فرار یوونتوس از یک افتضاح. عشق یعنی جوری که پپ برای اگویرو گریه کرد. کیلیان امباپه بازیکن سال فرانسه شد. سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. تیم های فوتبال میلان و یوونتوس با پیروزی در هفته آخر سری آ جواز حضور در رقابت های فصل بعد چمپیونز لیگ را به دست آوردند. پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی احتمالاً تنها مربی تراز اول دنیاست که برای جدایی یک بازیکن خود به گریه میافتد. پس از پایان یک فصل درخشان کیلیان امباپه با رایگیری بازیکنان لیگ به با عنوان بهترین بازیکن فصل 2020-2021 لیگ یک فرانسه برگزیده شد. در حالی که تکلیف قهرمان سری آ چند هفته قبل مشخص شده بود، دیشب چهار تیم میلان، آتالانتا، یوونتوس و ناپولی با دنبال کسب سه سهمیه باقی مانده چمپیونز لیگ بودند و در نهایت این شاگردان گنار و گوزو بودند که نتوانستند جواز حضور در رقابت‌های این فصل لیگ قهرمانان را به دست بیاورند. میلان که در دیدار سخت و حساس مهمان آتالانتا بود، موفق شد با نتیجه 2-0 و پیروزی برسد و عنوان نایب قهرمان این فصل سری آ را به دست بیاورد. آتالانتا هم علی‌رغم این شکست سوم شد و فصل آینده باز هم در چمپیونز لیگ حضور خواهد داشت. گل اول میلانی ها را در این دیدار فرانکیسی در دقیقه 41 به ثمر رساند. تیو هرناندز که به محوطه جریمه آتالانتا نفوذ کرده بود، توسط مدافع حریف سرنگون شد و داور هم نقطه پنالتی را نشان داد. کیسیه پشت ضربه قرار گرفت و فریب دادن دروازه حریف کار را تمام کرد. این نتیجه تا آخرین ثانیه های بازی پابرجا بود و تا این که در وقت‌های تلف شده داور بار دیگر به سود میلان اعلام پنالتی کرد. ضربه چالهان اوغلو درون محوطه جریمه آتالانتا به دست گونسز برخورد کرد و داور هم نقطه پنالتی را نشان داد. تصمیمی که با اعتراض شدید بازیکنان آتالانتا همراه شد. با طوری که در نهایت مارتین درون با کارت سرخ مستقیم از بازی اخراج شد. باز هم کیسیه پشت ضربه قرار گرفت و با مغلوب کردن گولینی حساب کار را 2-0 کرد تا میلان با این پیروزی بالاتر از آتالانتا در رتبه دوم قرار گیرد. یوونتوس در شبی که کریس رونالدو به میدان نرفت، موفق شد 4-1 بولونیا را شکست بدهد و با قرار گرفتن در رتبه چهارم راهی لیگ قهرمانان شود. تنها 6 دقیقه از بازی سپری شده بود که فدریکو کیزا یووی را پیش انداخت. روی یک حمله همه جانبه بود که ابتدا ضربه آدرین رابیو به تیر دروازه برخورد کرد، اما توپ برگشتی را کیزا تبدیل به گل کرد. حملات یوونتوسی ها ادامه پیدا کرد و در دقیقه 29 آلوارو موراتا اختلاف را به 2 گل افزایش داد. روی حرکت عالی پاولو دیبالا و عبور از مدافعان حریف، توپ روی خط به موراتا رسید و او هم با ضربه سر کار را تمام کرد. در حالی که به نظر می رسید نیمه اول با همین 2 گل به پایان خواهد رسید، در آخرین دقیقه نیمه آدرین رابیو گل سوم را به نام خود ثبت کرد. روی یک حرکت تمرین شده توپ با پاس دژان کولوسوفسکی به رابیو رسید و او هم با یک بغل پای دقیق دروازه را باز کرد. یووین نیمه دوم را هم هجومی آغاز کرد و دقیقه 47 به گل چهارم رسید. روی پاس بلند جوسنی به پشت مدافعان بولونیا بود که موراتا صاحب موقعیت شد و ضربه نچندان محکم او با اشتباه دروازه‌بان حریف تبدیل به گل چهارم یوونتوس شد. در دقایق پایانی بازی اورسلینی یکی از گل‌های خورده بولونیا را جبران کرد، اما نتوانست مانع از پیروزی یوونتوس و قرار گرفتن این تیم در رتبه چهارم شود. اما ناپولی که در هفته‌های اخیر نتایج خوب گرفته بود، در هفته پایانی برابر ورونا با نتیجه بهتر از تساوی 1-1 نرسید و سهم چمپیونز لیگ را از دست داد. ابتدا این امیر رحمانی بود که ناپولی را پیش انداخت تا این تیم با قرار گرفتن در رتبه چهارم امیدوار شود، اما فرایونی در دقیقه 69 کار را به تساوی کشاند تا در نهایت شاگردان گوزو به حضور در لیگ اروپا رضایت بدهد. رونالدو که در بازی شب گذشته یووه روی نیمکت نشسته بود، وقتی ناپولی مقابل ورونا پیش افتاد تا حد آشفته به نظر می‌رسید. گل دقیقه 60 امیر رحمانی برای شاگردان گوزو نزدیک بود بانوی پیر از حضور در چمپیونز لیگ محروم کند. رونالدو که از روی نیمکت بازی را تماشا می‌کرد، پس از اطلاع یافتن گلزنی امیر رحمانی برای ناپولی بسیار مستصل و ناراحت به نظر می‌رسید. اما فاخستاری 36 ساله یووه تنها 9 دقیقه بعد از وقتی که ورونا موفق شد گل تساوی را برابر ناپولی به ثمر برساند، احساس آسودگی بیشتر کرد. ستاره پرتغالی یووه پس از به ثمر رساندن 29 گل در این فصل با پیراهن بیانکونی تبدیل به تنها بازیکن تاریخ شد که در لیگ برتر، لالیگا و سری آ گل شده است. رونالدو پس از کسب سهمیه چمپیونز لیگ توسط یووه در اینستاگرام خود با انتشار عکس منتقدان خود را به سکوت دعوت کرد. رونالدو دو عکس را در اینستاگرام خود منتشر کرده است. در عکس اول کوچا و سفید است، انگوشش را به نشانه دعوت به سکوت روی دهان و بینی خود قرار داده تا منتقدان را ساکت کند. عکس دوم هم مربوط به شادی پس از کسب رده چهارم و سهم چمپیونز لیگ بازیکنان بیانکونری در رختکن است. گواردیولا یکشنبه شب و پس از دریافت جام قهرمانی و مدال طلای لیگ برتر فوتبال انگلیس، در گفتگو با خبرنگاران شبکه اسکای وقتی که از او درباره سقوط و خودافزیش با تیم فوتبال منچستر سوال کردند، بغض کرد و گریست. این یک واکنش ویژه از این مرد بزرگ اهل کاتالونیا بود که احتمالاً در فصل بعد اگویرو را در کنار مسی با پیراهن آبی اناری‌ها خواهد دید. اگویرو از یکشنبه با در آخرین هفته رقابت‌های لیگ برتر انگلیس در آخرین بازی خود با پیراهن منچستر سیتی در خانه مقابل اورتون به عنوان یک بازیکن تعویضی به زمین آمد و با مهارت استثنایی‌اش در گلزنی دو بار دروازه حریف را باز کرد، کیفیتی که البته قبل از او سراغ داشتیم و دیده بودیم. وقتی گواردیولا بعد از جشن قهرمانی مقابل میکروفون اسکای قرار گرفت، ابتدا صحبت‌هایش را درباره جام امسال به زبان آورد و سپس مقابل سوال قرار گرفت که درباره اگویرو از او پرسیده شد. گواردیولا خیلی سریع در پاسخ به این سوال احساساتی شد و با گفتن چند جمله بریده بریده در لابلای صحبت‌ها بغضش که خود را با آستین لباسش پر کرد. گواردیولا درباره اگویرو گفت: او یک فرد ویژه برای همه ما بوده است. او آدم خوب است. او آدم خیلی خوب است. او کمک زیاد به من کرده است. گواردیولا در مصاحبه مطبوعاتی درباره سرخ اگویرو گفت:
احتمالاً او به عقد قرارداد با بارسا باشگاهی که دوستش دارد نزدیک و نزدیکتر شده است. او کنار بهترین بازیکن تمام تاریخ بازی خواهد کرد، یعنی میسی. من مطمئن هستم که او از آینده خود لذت خواهد برد و بارسا را قوی و قوی تر خواهد کرد. در اینجا مجری اسکای از او پرسید که برای فصل آینده چه کس را جایگزین اگوئرو خواهد کرد. گواردیولا خیلی سریع پاسخ داد: ما نمیتوانیم کس را برای جانشینی او پیدا کنیم. هیچ کس نمیتواند جانشین او بشود. بازیکنان زیاد هستند در این باشگاه مثل جوهارد و داوید سیلوا که به ما کمک کردند که این باشگاه در جای قرار بگیرد که امروز است. او کیفیت خود را در 20 دقیقه نشان داد و ما باید از میراث او محافظت کنیم. اگوئرو با دو گل که وارد دروازه اورتون کرد و عبور از ونلونی رکورددار بیشترین گل زده در پیراهن یک باشگاه در لیگ برتر فوتبال انگلیس شد. او در دوران حضورش در منچستر سیتی 184 گل وارد دروازه حریفان کرده است. کیلیان امباپه ستاره جوان پی جی با رایگیری بازیکنان به با عنوان بهترین بازیکن لیگ یک فرانسه در این فصل برگزیده شد و برنده جایزه یو ان اف پی شد. ستاره خط حمله پاریس سن ژرمن در دل یک فصل خیره کننده توانست در لیگ یک فرانسه 27 گل به ثمر برساند و با 41 گل در تمام رقابت ها به کار خود در فصل 2020-2021 پایان داد. او همچنین توانسته تاثیر بسیار بر دیگر بازیکنان حاضر در لیگ یک فرانسه بگذارد و تحسین آنها را برانگیزد. به همین دلیل بود که برای همسنفانش به عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ فرانسه برگزیده شد و جایزه یو ان اف پی را دریافت کرد. امباپه پس از دریافت این جایزه گفت: این منبع عظیم از غرور افتخار برای من است. همیشه همین اسم را داشته است. جایزه ای که برای تمام تلاش و زحمتی که در طول یک فصل را دادم. از هم تیمی هایم تشکر میکنم، چون آنها کسان هستند که به تو کمک میکنند، به تو اعتماد به نفس میدهند و از باشگاه هم تشکر میکنم. این برداشتن گام دیگر در تاریخ است. تاریخ من، گام برای باقی گذاشتن نشانه و اثر بر این لیگ. من تشنه پیروزی هستم، اما هر جام و هر جایزه متفاوت است، چرا که نماینده فصل های متفاوت و احساسات متفاوت است. هر جام و جایزه همیشه با احساسات بسیار قدرتمند و قدردانی به انتها همراه است. این جایزه ای است که وقت همه بازیکنان دیگر لیگ میگویند که شما بهتر هستید، نصیبتون میشود. هیچ چیز بهتر از این نیست. ستاره شماره 7 پاریس سن ژرمن در رقابت با دیگر همتیمی خود یعنی نیمار برنده این جایزه شد. اما رقبای قدرتمند دیگر چون ویسم بنیادر، موناکو، بوراک الماز، لیل و ممفیس دیپای لیون نیز داشت. این دومین فصل متوالی است که امباپه برنده جایزه بهترین بازیکن سال فرانسه میشود. او در سالهای 2017، 2018 و 2019 نیز به عنوان بهترین بازیکن جوان لیگ انتخاب شد. با بردن این جایزه برای دومین سال متوالی، امباپه با رکورد پدرو میگل پاولتا، ایدن هازارد و زلاتان ابراهیموویچ که تنها بازیکنان بودند که دو سال پیاپی جایزه یو ان اف پی را کسب کردند برابر شد. کلور نواز دروازه‌بان پی جی نیز به عنوان بهترین دروازه‌بان سال انتخاب شد. او در رقابت با مایک مینون از لیل، آنتونی لوپز از المپیک لیون، استیو ماندوندو از المپیک مارسی و بینومین الکوم از موناکو برنده این جایزه شد. آخرین بار در سال 2014 و در دوران سالواتور سریگو بود که یک دروازه‌بان پی جی برنده این جایزه شد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.